با سلام و احترام خدمت شما همراهان عزیز دیجی ماینر، در این ویدیو قصد دارم که نحوه استیکینگ یک کوین رو خدمتون نشون بدم. همونطور که در پست های قبلی اشاره شد، فرایند استیکینگ در واقع یک نوع ماینینگ محسوب میشه، منتها ماینینگی هستش که نیاز به سخت افزار و مصرف برق و انرژی نداره و از طرفی دردسرهای مربوط به اخذ مجوز و تعمیر نگهداری تجهیزات و غیره رو هم به دنبال نخواهد داشت. فرایند استیکینگ در واقع یک نوع ماینر مجازی هست، به این شکل که ما یک مقداری از یک کوین خاصی رو که این نوع از ماینینگ رو ساپورت میکنه در یک حسابی بلوکه میکنیم. اون شبکه با استفاده از منابعی که ما در اختیارش قرار دادیم سرمایه گذاری میکنه و این پول رو به پروژه های مختلفی اختصاص میده و یا وام میده. از محل اون سودش در واقع میاد به کسانی که مشارکت کردن داخل تر، به اصطلاح استیکینگ انجام دادن، پاداش میده. حالا به عنوان مثال به شکل عملی من میخوام الان یک استیکینگ انجام بدم، یک ماینر مجازی بسازم. یکی از کوین هایی که معتبر هست و توسط صرافی بایننس هم پشتیبانی میشه در واقع کوین BZRX هست. کوین BZRX در حال حاضر اگر بخواید قیمتش رو ببینید، همونطور که ملاحظه میکنید میتونید به وبسایت پروژه مراجعه بکنید، bzx.network/bzrx-token. در این بخش همونطور که ملاحظه میکنید قیمت لحظه‌ای این توکن رو نمایش داده که در حال حاضر 15 صدم دلار هست، 15 سنت قیمت داره. مارکت کپ کوین، سیرکولیتینگ سپلای، توتال سپلای، تمام اینها رو نمایش داده. پارامتر سیرکولیتینگ سپلای در واقع مقداری از این کوین هستش که الان داره میچرخه. الان در مجموع 140 میلیون کوین در حال چرخیدن هست در شبکه و قرار طی 4 سال آینده 1 میلیارد از این کوین ارائه بشه. خب شما میتونید این کوین رو با ارزهایی مثل بایننس یا تتر یا بیت کوین در صرافی بایننس خریداری بکنید و از اینجا به بعد مراحل استکینگ رو خدمتون توضیح خواهم داد. بعد از اینکه این کوین رو خریداری کردین، حالا به میزانی که وسعتون میرسه، 100 دلار، 200 دلار و یا غیره، باید بیاین از یکی از کیف پولهایی که توسط این BZRX پشتیبانی میشه استفاده بکنید. نگه داشتن این کوین به تنهایی داخل صرافی بایننس در واقع شما رو شامل استیکینگ نمی کنه. خب برای اینکه این کار رو بکنیم، قبل از اینکه توضیح بدم من ماشین حساب این استیکینگ رو هم خدمتون توضیح میدم. ببینید اگر وارد بخش bzx.network-calc بشین، در اینجا این کلکولیتور این استیکینگ مربوط به کوین BZRX نمایش داده شده. خب این چی میگه الان؟ این میگه که اگر من 10,000 تا از کوین BZRX رو که قبلا تو بایننس خریدم و بیارم اینجا بلوکه کنم، استیکینگ انجام بدم، این شبکه روزی به من 12 دلار میده، هفتهی به من 85 دلار میده و ماهانه به من 367 دلار خواهد. حالا ببینید یه حساب کتاب ساده‌ای بکنیم تو نرم افزار اکسل. فرض کنیم که من اینجا اجازه بدیم، خب
خب این 15 صدومه که قیمت لحظه‌ای این کوینه، قیمت لحظه‌ای این تعداد سرمایه گذاریه و این مقدار در واقع مقدار سرمایه گذاری به دلار هستش. خب بذارید من اینو فونتش هم یه مقداری درشت بکنم که دیده بشه، تیتر بکنم فرمشو. خب و به این شکل. خب یه آمده است. بازگشت سرمایه ماهیانه. خب الان در این محاسبات ساده ما الان قیمت لحظه‌ای BZRX مون 15 صدام سنته. 10,000 تا از این میخواییم سرمایه گذاری بکنیم، کل مبلغ سرمایه گذاریمون میشه 1500 دلار. بر طبق محاسبات وبسایت در این لحظه، حالا پارامترهای مختلفی داره که اینا رو توضیح خواهم داد، در این لحظه ماهیانه به شما با 10,000 تا BZRX 367 دلار خواهد داد. خب ما اینجا کپی میکنیم. خب همینجا خیلی ساده و سرانگشتی مشخص میشه که اگه یه دوره بازگشت سرمایه خیلی سرانگشتی بخوام حساب بکنم، البته دوره بازگشت سرمایه محاسباتش نیاز به تهیه کشفلو داره، نرخ سود بانکی داره و تورم داره و غیره و بر مبنای اون محاسبه میشه، ولی به شکل خیلی ساده سرانگشتی ما میتونیم میزان سرمایه گذاری که انجام دادیم و بر مقداری که ماهانه برمیگرده تقسیم بکنیم و به یه عدد حدودی برسیم که سرمایه‌مون طی چه مدتی برمیگرده. خب همونجور که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، سرمایه ما که 1500 دلار بوده، ما محاسبات فعلی و سرمایه‌گذاری روی این کوین BZRX 4 ماهه برمیگرده. خب این نشون میده که پروژه‌هایی که پروف آف استیک هستن، مثل پروف آف ورک که خیلی از ماینرها انتظار دارن که سرمایه‌هاشون زیر 5 ماه 6 ماه برگرده به سوددهی برسه، توی پروژه های POS هم ما الان داریم یه سوددهی های در واقع حدود 4 ماه 5 ماه رو مشاهده میکنیم. پس بنابراین این طرح های ماینینگ های در واقع مجازی، ویرچوال ماینینگ یا پروف آف استیک، در واقع این طرح ها به نوعی خودشون رو به جذابیت مناسبی رسوندن. همونطور که ملاحظه میکنید 4 ماه ما داریم سرمایه‌مون رو اینجا برمیگردونیم. خب حالا برای شروع باید چی کار بکنیم؟ در مرحله اول لازم هستش که شما از طریق صرافیتون به مقدار لازم کوین BZRX رو تهیه بکنید. خب بعد از اینکه این کوین رو در داخل صرافیتون تهیه کردین، که خب صرافی بند بایننس هست، ضروریه که این میزان کوین رو به محل مناسبی که پشتیبانی میکنه از این توکن انتقال بدید. خب من برای این کار کیف پول IM توکن رو انتخاب کردم. این کیف پول هم نسخه دسکتاپ داره، تو ویندوز اجرا میشه، هم در گوشی های اندروید و اپل اجرا میشه. یک کیف پول بسیار مطمئنی هست، میتونید به راحتی ازش استفاده بکنید. بعد از اینکه این کیف پول رو نصب کردید و پسورد های لازم رو یادداشت کردین، ضروریه که میزان BZRX خریداری شده تو صرافی بایننس رو انتقال بدین به کیف پول IM توکنتون.